17مین هفته تجمع اعتراضی مردم عراق، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، اعتراض دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز، حرکت اعتراضی دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد کرج، اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه شیراز، تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی در سنندج، تظاهرات در بندرعباس برای چهارمین روز متوالی، اعتصاب و تحصن کارگران شرکت نفت بندرعباس، تجمع اعتراضی اولیای دانش آموزان منطقه 2 آموزش و پرورش تهران، اعتراض خانواده های بیماران تالاسمی و کلیوی در شهر کرد و قتل دو جوان در اهر توسط ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی. مردم عراق 17مین هفته تجمع اعتراضی خود را به آلودگی هوا در میدان باغ ملی این شهر برگزار کردند. این حرکت اعتراضی به رغم حضور گسترده ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی برگزار شد. روز شنبه 20 مهر دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران در مقابل ساختمان حراست و کمیته سرکوبگر انضباطی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به سانسور و اختناق در دانشگاه و توقیف بدون دلیل نشریه دانشجویی دانشگاه اعتراض کردند و خواستار از سرگیری انتشار آن شدند. جمعی از دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز روز شنبه 20 مهر در مقابل این دانشکده واقع در فلکه ستاد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به نایاب یا کمیاب بودن داروهای حیاتی برای بیماران دست به تجمع زدند. دانشجویان دختر دانشگاه شیراز جمعه شب 19 مهر در اعتراض به وضعیت وخیم بهداشتی و مسمومیت و شیوع بیماری در خوابگاه‌های این دانشگاه تجمع کردند. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های گوهردشت و قزلحصار کرج روز شنبه 20 مهر در مقابل اطلاعات شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار وضعیت زندانیانی شدند که طی چند روز اخیر در زندان گوهردشت به نقطه نامعلوم منتقل شدند. دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد کرج نسبت به افزایش شهریه و اخاذی رژیم آخوندی اعتراض کردند و در مقابل دفتر امور مالی دانشگاه تجمع کردند. مردم بندرعباس در اعتراض به طرح جدایی بخش‌هایی از استان هرمزگان برای چهارمین روز متوالی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعارهایی علیه کارگزاران رژیم سر دادند. مردم بندرعباس روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نیز در مقابل استانداری و روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و به جداسازی پارسیان از استان هرمزگان اعتراض کردند. کارگران پیمانی شرکت نفت بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند و در مقابل ساختمان رئیس این شرکت تحصن کردند. شرکت نفت بندرعباس بیش از 2000 کارگر دارد. این شرکت وابسته به شرکت صدرا و زیر نظر سپاه پاسداران است. روز شنبه 20 مهر جمعیت کثیری از اولیای دانش آموزان منطقه 2 آموزش و پرورش تهران در مقابل این اداره تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به اخاذی رژیم آخوندی و گرفتن پولهای گزاف تحت عناوین مختلف اعتراض کردند. شماری از خانواده‌های بیماران تالاسمی و کلیوی در شهر کرد در اعتراض به مخفی کردن سهمیه دارویی بیماران توسط ایادی رژیم آخوندی به داروخانه هلال احمر این شهر حمله کردند. آنها همچنین با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. پس از این حرکت اعتراضی، رژیم آخوندی مجبور به توزیع داروهای ویژه بیماران تالاسمی و کلیوی شد. ماموران گروه ضربت نیروی انتظامی در اهر روز پنجشنبه 18 مهر دو جوان را با شلیک گلوله به قتل رساندند و یک جوان دیگر را مجروح کردند. این جنایت در بازار اهر صورت گرفت.